همگان هنر کرمانیان را به فرش، پته و مس می شناسند. اما اینجا و در یک کارگاه در مرکز شهر. الان 55 سال از سن 16 سالگی وارد بازار کار شدم. آقای علیرضا جواهریان به دنبال احیای یک هنر اصیل کرمانی است. هنر طلاسازی. پدر منم شغلش همین بود، اونم از بچگی از سن 8-9 سالگی توی حرفه بوده. او به همراه دخترش اقدام به مونتاژ و ساخت آثاری از جنس زر میکنن. ما از کارخونه‌های تهران میگیریم، یه بخشایش هم خودمون ایجاد تولید میکنیم. بچه‌ها این کارا رو مونتاژ میکنن، طراحی میکنن، میذارن که دیگه خود من بعداً میام جوشکاریاش میکنم. و برای کار خود یک برند نیز به ثبت رساندن. بعد از اینکه به ما سفارش میدن، ما کارا رو طراحی میکنیم. یه سری از طراحی ها به عهده خودمه. کارهایی هست به حساب معروف کارهای سنگی یا قوطی، اینا مخصوصی کرمان بوده، حالا یزدم میساخته ولی بیشتر کرمان ساخته میشه. کار مرحوم پدر منه. یه سری کارا که اصلا دیگه با فوت اساتید از بین رفته بود و ما اومدیم این کارا رو احیا کردیم. مثلا این کارای مروارید خشخاشی دیگه اصلا هیچی تو کرمان انجام نمیداد. خب بالاخره ما رفتیم دنبال این کار، یاد گرفتیم، اومدیم درست کردیم. اینا بخشی از کارهایی هست که ما داریم اینجا تولید میکنیم. هنر طلا و جواهرسازی در استان کرمان سابقه درخشان دارد و اخیراً موزه سیم و زر کرمان نیز راه اندازی شده. 1.5 کیلو طلا که ساخت دست استادکارای قدیم کرمان حدوداً از 200 اندی سال پیش بوده، ما در معرض دید گذاشتیم. آقای جواهریان توانسته برای 4 نفر از جوانان کرمانی نیز شغل ایجاد کند. حدوداً 2 سالی آموزش دیدم و کار کردم و الان 1 سالی هستش که به طور جدی مشغول به کار هستم. او به علاقه‌مندان زرگری نیز این هنر اصیل و به نوعی خاص را آموزش می‌دهد. ما از روز اول با کسب مجوز از سازمان محترم فنی حرفه‌ای کار آموزش هم شروع کردیم. شغل خوبیه و در آینده من میتونم کارهایی بسازم و از اون استفاده کنم. در کشور ما اصفهان و یزد قطب‌های اصلی طلاسازی هستند و حالا کرمان نیز با تکیه بر سوابق درخشانش در این هنر پا در میدان تولید گذاشته است. در حال حاضر ایران 4 مصرف کننده طلا در دنیاست و 80% از طلای مصرفی در داخل کشور تولید میشه. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.